Roshenko, eight eight. Delivery. خب معطل نکن، چقدر میدی؟ گرو بر نمیدارم، میخرمش یا من نمیخوام این ساعتو بفروشم چون یادگاریه، پیشت باشه یکم پول بهم بده بعد میام تسبیح میکنم. اما اگر بردی من چه نمیتوانم این ساعت را بفروشم. خیلی خوب، خیلی خوب، زود باش پولش رو رد کن بیاد. الان بهت میدم، عجله عجله کار شیطان است. این فلوس مهمان یک شبته. به تو مربوط نیست، مهمون چند شبه. بی معرفت بزخر، این ساعت ارزشش خیلی بیشتر از ایناست. حیف که این پول این نوش دارو به دردم میخوره. معذرت میخوام آدمازه. اشکالی نداره آقا. فرمایشی دارین یا سیداتی؟ بله، میشه چند تا از پیپایی که پشت ویترینه به من نشون. البته البته، ما کار من نشان دادن اشیای این مغازه به مشتری آن محترم است. تقدیم به خوشگلترین مرد روی زمین. کجا بودی؟ دور بر را
باش. بابا چه خبره؟ چرا نمیذارم ما بخوابیم؟ حالا نوبت منه که بزنم تو بلاجه بره توی کلاجه. دستم چه خبره باد؟ اما که دوست گیر آوردی؟ بلکن متشکرم. سلام علیکم. بشینین آقای لری. اطاعت. طاهر لری راهنمای کشتی در یکی از شرکت‌های کشتیرانی کار می‌کرده ولی بعداً اخراج شده. زبان‌های ایتالیایی، آلمانی و انگلیسی رو به خوبی می‌دونه و حتی بهتر از یک ایتالیایی صحبت می‌کنه. ببین جناب سربان، سرهنگ تیمسار مارشال، گوش کن. ساکت باشین آقای لاری. شما الان درست 3 ماهه که دارین اینجا ول می‌کردین. در این مدت خیلی شرارت کردین. صلاح در اینه که به اقامت شما در اردن خاتمه داده بشه و برگردیم وطنتون. یعنی میخواین من این کشور رو ترک کنم ها؟ ولی باید خدمتون عرض کنم بنده ایرانی ام، اونم از اون براقاش. بله درسته، ایرانی. به خاطر همین شما خیلی به درد ما میخورید. پس به درد خورم. کم کم داره سر نخ دستم یه جام سرهنگ. یه کاری باید واسهتون این مخلص انجام بده. اگه نافرمانی کنم گوشمو میگیرین و میندازینم بیرون. البته، ولی نه به این صورت که گفتی. باشه، به هر حال بیکاری خوش داره. خوبه، حالا با سرگور کمال محمود آشنا بشین. این کار تا حدی خطرناک. ایشالا دست موزش خطره جان کنه. شما به اسم کارلو لانزا و ایتالیایی به این ماموریت میرین. ما حاضریم علاوه بر حقوق هفتگی و هزینه سفر $10,000 هم به شما پاداش نقدی بدیم. البته در صورت موفقیت. سرای جون، به نظرم کسی رو که می‌خواستین استخدام کردین. خوبه، بقیه‌اش به عهده تو سرگور. مطلبی رو که سرگور کمال به شما خواهد گفت کاملا سریه. راستانه ما رو به شدت ناراحت کردن. چطور؟ اینجا در منطقه معادن طلا چه تماس گرفتن تا از راه هوا، یعنی به وسیله هواپیما براشون اسلحه بریسن پایین. این که کاری نداره، یه 200 نفری برداری بری تارمارشون کنی بابا. اتفاقا راحت میتونیم این کارو بکنیم، ولی ما هدف مهمتری داریم. ببینید آقای طاهر، معدن به خوبی محافظت میشه. با این حال چند بار به اونجا دست برد زدن، اونم در مواقع بسیار حساس و حساب شده. موقع تعویض نگهبانا، موقع حمله طلاها،
یا وقتی حقوق کارگرا میرسه. آه، پس راهزنا تو معدن همدست داره. همینطوره. راهزنا تو معدن عاملی دارن که اطلاعات دست اول فوراً بهشون میرسونه. ماموریت شما از اینجا شروع میشه. میخوای ماهی گنده رو به تور بندازم؟ نوبت شما سرگوجون. دیشب پشت بار میمی کنار دریا یه نفر به دست پلیس کشته میشه. مردی به نام فرانکو بیلی، اسم مستعار ولی ایتالیایی بوده. از اوراقی که همراهش بود فهمیدیم که نماینده قاچاقچی هست و فقط برای معامله اسلحه به اردن اومده و میخواد راجع به تحویل اونا مذاکره بکنه. رابطه اون در اینجا مردی به نام لویجی پامپا. پامپا تو خیابون النس در اورشلیم کارخونه روغن کشی داره. اینم دستوراتیه که فرانکو همراهش آورده. حالا تو به جای فرانکو با لویجی تماس میگیری و میگی حاضری با مرد شماره یک مذاکره کنی. اگه موافقت نکرد بگو تفنگا رو تحویل نمیدی. چش. سرگور کمال افسر رابطه توه. زمنان قراره با افرادی که در اختیارشه برگرده به معدن. رابطه تو در امان رقاصه به نام سلوسامی که تو کاباره گربه سیاه رقص شکم میکنه. آه، من مرده رقص شکمم جون. فقط به فکر ماموریت باش. آخه ماموریت داریم تو ماموریت. سلوا یکی از بهترین مامورین ماست. حرفمو قورت دادم. هر خبری به دست آوردی به اون بگو، اون فورا به ما اطلاع میده. خب شما نطقاتونی کردین، حالا نوبت منه که یه صحبت کوچولو بکنم. چه؟ میخوام یه کمی مساعده بگیرم چون جیبم سولاخ بوده، پولام ریخته. ها، اشکالی نداره. قابلی نداره. اوخش، معذرت میخوام مادمازل. بینمت، ما قبلا همدیگر رو ندیده بودیم. ممکنه. نه، تو نبودی. عزیز دلم، مگه شطور سواری امروز جسی برنامی نبود؟ نگاه کن گارسون. کجاست این رمزه؟ اورشلیم همیشه انقدر گرمه، اورشلیم همیشه انقدر گرمه. بعد میگم وقتی انقدر گرم میشه چیکار باز کرد؟ بعد باید بگم امشب یه زن میخوام، امشب یه زن میخوام. حفظ شدیم. روز بخیر قربان. اورشلیم همیشه انقدر خیالم رفت. اورشلیم همیشه انقدر گرمه؟ نه آقا، گاهی وقتا خیلی هم سرد میشه. ببینم وقتی گرم میشه بعد شما من باز چیکار کنم؟ او هر کاری دلتون میخواد. دوش سرد بگیرین قربان. نه نه بیه، تو نیستی، تو نیستی. سب کن. هره برش کن، برو. شاید همیشه رو بگیر. حت باید بگم امشب یه زن. گفتی یه زن میخوای؟ میدونی من کی هستم؟ خیال بکنی با کی حرف میزنی؟ گوش کن آقای بی ادب، اینجا از اون بارا که تو خیال کردی نیست. به نظرم بازمه خیت کاشتم، میفهمی آقای بی ادب؟ زودتر راتو بکش برم اگه کری. نفهمیدش. گفتم گروه دگام کن برم. اینطور سرم هوار نکش، منو میگن تاهر جوشینه. آقایت آقایت، چیزی که تو میخوایی پیش منی ببری. خارج؟ ای ببری. حالا با آدمی مثل من در نیفتاده بود. بیه بیه دیگه بیه. لا جلی لا جلی قدری خودت رو نگرده. برای بهتر با جبری بری پرشونه بدم چی کارم مثل برگ گل نازو نفی کارم. ببین چه برگ میزنی برگ. خوشحالی ها جبون رانا خیلی ارزون. سلام خوشگله. علیه سلام. میپسندیش؟ مقدور هست. دست هر کجا ده
ولش کن اونو. به نظرم اشتباهی شده. نه هیچ اشتباهی نشده عزیزم. بیا. کجا بیا؟ خیلی ساکت و بی سر صداست. خوش بهت میگذره. به زور که نمیشه بابا. کجا داری میبرم؟ برمونه دیگه باید کنم. ازواشه واسه یه شن دیگه. آقا چون زور رکی که نمیشه میگم برم کن. یعنی چه ولش کن برای کنه. من مالا نریم گردم. به تو میگن آدم تو خوکی. نون بار دستم رو برکنه. من دستور دادن تو رو به خودم ببرم. بخور کوچولو. چی بخوره بهتر است؟ برای شو دخترم. چرا نمی فرمین تو؟ چه خدمتی میتونم انجام بدم؟ سواری کشتیم کن ببرم تو بحرالمیت گردش. بله خنده داره. خیلی هم خنده داره. بحرالمیت علامت آشنایی. کشتی و بحرالمیت. من پامپا هستم. فقط به دو چیز اهمیت میدم: زن و شراب. شراب و زن. احمقانه است نه؟ عقیده تا چیه کوچولو؟ خب آقای کارلو لانزا، متاسفانه فرانکو بلی خیلی هم حیف شد آقای لانزا. نه بابا چه حیفی، ما همه برمیگردیم به سوی خدا. گذرنامتون رو لطفا به من نشون بدین. نه حالا وقتش نیست. تو شماره دوی داشتم، یکی زیادی. من شماره یک رو میخوام. امکان نداره، من رابطه ی اونو با سایرین حفظ میکنم. این دستور خودشه. در این صورت اصله بی اصله. لابد میدونی که میتونم دستور بدم تو را همینجا بکشم. اینم میدونی که اگه دورت جون منو بکشی از اصله مسله هیچ خبری نیست. گوش کن شماره دو، من که رئیس دسته خودم نیستم، تو هم مسلمن رئیس دسته خودت نیستی. رئیس من به من دستور داده فقط اجازه دارم با مرد شماره یک گروه شما تماس بگیرم. لعنت بر شیطون، اون تو معدنه، شاید نخواد تو رو ببینه. هیچ مهم نی. اینو قبول کنین آقای پامپا، اون با من ملاقات میکنه چون به من احتیاج داره. تو بمیری نمیزنم ولی راست میگم. خیلی خوب گوش کن. تو میدونی جراش کجاست؟ میتونم پیداش کنم. خوبه، اونجا منتظرم باش. چون هم نزدیک معدنه هم وقتمون تلف نمیشه. خیلی خوب.
مشروب میل میفرمی؟ نه الان میل نداره. ایوه برای چی؟ مگه از من بعدت میاد؟ تو چه با نمکی؟ اسمت چیه؟ لانزا. ولی تو میتونی کارلو صدا کنی. کارلو؟ چه اسم قشنگی. سالی؟ بله. یه بطری ویسکی بده من. بفرمایید خانم. متشکرم. بیا بریم نمکی. برو بریم نمکی. بدم. ولی من نشدم. باید خیلی احتیاط کنی. هر طور میلته. اونا نباید ما رو با هم ببینن. متشکرم. بیا. اوه بی هوا. بیا تو. آها. قرصت قرصت. جان. الخوشبحالتون. Thank you.
جوهر بره بری توی اینا کی بودن با با ما رو سیاه کردی از این که افرادم تو رو ترسوندن معذرت میخوام آقای طاهر ولی لازم بود با شما صحبت کنم جیونه بچه ها دیگه این کارا نکن من خیلی سگ اخلاقم یه دفعه همشون رو جر میدن خون سرد باشید آقای طاهر من خواستم شما رو امتحان کنم ما امتحانمونو دادیم بی تقلبم 20 گرفتیم آقا جون تونستی از پامپا چیزی بفهمی؟ مرد شما رو یک تو یکی از معدن هاست اینو خودم میدونم اما اسمش چیه؟ تو کدوم معدنه؟ اینو دیگه نمیدونم قرار شد من با قطار برم به الما فراش بعدم برم به جراش منتظرشم تا پامپا بیاد خیلی عالی شد منم فردا تو همون قطارم ولی تا به هم معرفی نشدیم با من حرف نزن به اون شبیخون زدن همو دست نگه دار چه خبرته نو کس قربان دوست کس کس همی جو قربی مشتره بدون کم یابه کس کارت میکشی نامت چی شد؟ طاهر ببینم حالت خوبه؟ آره تو چی؟ منم خوبم فقط یه خراش جز ممنونم کلک این آقا رو کندی من نبودم تو نبودی؟ ظاهرن پامپا به تو اعتماد نداره اینو فرستاده بود دنبالت میشناسیش؟ من که نمیشناسم هیچی هیچکی نمیشناستش ما چاکرتیم داش بدش به من اخ دردم اومد سفر اونا تو کی هستی خوشکه؟ اسم من پورانی پوران؟ من نگهبان مخصوص تو هستم پس دیروزم شما من رو نجات دادی؟ بله بعد خواه نداری به مولا تو نجات دنده منی بیاییم انعامه ولی نه موقعی انجام وظیفه خیلی خوب خانم احتیاط کار یارو باید یکی از افراد پامپا باشه بخ پاشد مواظب باش بزن بپر بیرون بپر یلا بپر آره دستوره یلا جلو فلموت یلا یلا نکس یوان الله مشکلی گل گشتی ها خب فعلا خداحافظ چه داشت؟ شام من حتی تعجبم نمی کنم مثل که ما با هم آشناییم نه امیدوارم که باشی چون تالا سه تا از کفشای من له کردی این نشون میده بنده چقدر مخلص شما حالا هر جا رفتم جلوم سبز شدی خب قسمت دیگه اوکی طرف اهلن و سهلن یا سید عزیز اسم من لانزه هست کارلو لانزه خوشبختم اسم من جیم مولی ایتالیایی هستی؟ من آمریکایی هستم شما چی؟ ایتالیایی بنده زیر آسمونی که بود نخم خب امریکا شما راه دور دراز دیره تایی کردی؟ بله خیلی دور دراز بگو ببینم شما توریست یا چیز دیگه؟ من همون چیز دیگه با چند تا از دوستام داریم میریم به دیدن پدرم تو صحرا آره اوستام سلام جیم
سلام سرگرد کمال، چه تصادفی. حالتون چطوره؟ شما مثل همیشه خوشگل و جذابی. متشکرم کارلو. با سرگرد کمال محمود یکی از دوستان قدیمی من آشنا شد. ایشون کارلو لانزه هستن. از ملاقاتون خوشبختم. با همچنین. من تنهاتون میذارم تا با هم بیشتر آشنا بشیم. همین الان برمیگردم. ببخشید. لویجی پامپا بود، دیدیش؟ آره دیدم. خدا کنه مراسم معرفی ما به هم براش مشکوک نباشه. امیدوارم. میدونی؟ اون فقط سوار این قطار شده که تو رو بکشه. مهم نیست. ولی چرا؟ مردی که دیروز سارو رو کشت شما رو با هم دیده. اونا فهمیدن که اون رقاص یکی از مامورین ما بوده. پس لابد نفر بعدی منم که باز باطل شم. من سعی میکنم کمکت کنم. آو پس لطفا هیچ کاری مزایقه نکن. ما باید کاری کنیم که اون هنوزم خیال کنه تو طرف اونی. خوب کاریه. چطور دستور بدم پامپا رو بازداشت کنن؟ مثلا به تام همکاری با راهزنا و دوتا مامورم بفرستم مراقبش باشن. بعد تو از راه میرسی و با زرنگی نجاتش میدی. تو عقل کلی سرگونه. جری تو همیشه میزنی زیر قولت. آه. چرا گذاشتی من غروب آفتاب بخوابم؟ من میخواستم غروب آفتاب رو تو کویر ببینم. بی خود دلخور نباش. انقدر غروب آفتاب رو تو کویر ببینی که خودت از دیدنش سیر بشی. ببخشید آقای لانزا، میتونم دوستتون رو چند دقیقه قرض بگیرم؟ جین، ممکنه لطفاً با من بیای؟ مگه خبری شده؟ نه نه نه، چیزی نیست. خیلی خوب. سرکر هل سیگارت ان تشکر دوتون. فرار کن، فرار کن. های فرار کرد، نظری فرار کنه. بگیرینش، 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 فرار کرد. اینا کس با تیر زد طرف رو.
بیچاره مرد. عزیزم خیال نداری ما رو با هم معرفی کنی؟ ایشون آقای کارلو لانزا هستم، دخترم اون مگی. با جری آشنا بشین، دوست منه. شما هم توریست هستین آقای لانزا؟ اینطور بوش میاد. جری یه اسکاش بده به من. خیلی بچه چه گذاشته اون فرار کنه. من دوتا از بهترین مامورینم از دست دادم. خوب تماشا کنین خانم، این صدف حقیقیه، خیلی هم جالبه. این چیه؟ اونم آج خانم. امیدوارم قیمت سیاه نباشه. هیچ دلم نمیخواد طوری بشه که پامپا تو اون محل منو زیاد نگه داره، اعصابم داره پاک قرقاتی میشه. سلام خانم پورم. کارلو، میخوام شما را زحمت بکش، ما آشنا شدیم. خوبه، بفرمید. بفرمید. ما انقدر زود جوشیم که با یه نگاه یه دل نه صد دل جوش کنیم. ببینم شما دختران رو ندیدی؟ یارو حالو گیر ورده داره بهشون جنس غالب میکنه. آره زنم مرده اینجور چیز هم بگه نه. با جری کلاش آشنا بشیم، خانم پوران خبرنگار و عکاس مجله الجهاد. میخوام برای تهیه گزارشی با ما بیان به مدن. خیلی خوشبختم خانم. شما خیال دارین چند وقت تو معدن بمونیم؟ زیاد نمیمونیم، انقدر میمونیم که جین اونجا جا به جا بشه. خب شما آقای لانزا، شما از اینجا کجا میریم؟ والا هرچی که قسمت ما رو بکشونه، شاید برگردم به ایرو، شایدم رفتم بهش. نه، خیال نداریم اینجا بشینیم، اومدیم دنبال شما. نگاه کن این چی خریدی؟ اینو نگاه کن، صدف اصله، خیلی قشنگه نه کارلو؟ پس چرا معطلین؟ بیاین بریم، قراره یه فیلم مستند تاریخی درباره اینجا نمایش بدن، بیاین بریم. خانم پوران مخبر مجله الجهاد. سلام، خب در این صورت شما میتونین بیاین، مطمئنم که فیلم بسیار جالبیه. بیا بریم کارلو. آره بریم. نه من تصمیم گرفتم امشب زود لارا کنم. من دعوتت متشکرم. خیلی خوب، بریم بچه ها. بریم. بوده بریم. سب کنیم جین هم بیاد. جین بعد خودش میاد. چطور مگه؟ کارلو چرا سعی نکردی اون قاتل رو بگیری؟ چی؟ من کنار پنجره بودم، داشتم نگات میکردم، تو میتونستی اون رو بگیری. خب شاید خودم هم یه طوره میشدم. من داشتش کرده بودن اشاره کردم. اشاره کردم. ببین کارلو، من تو رو مرد خوبی میدونم. اتفاقا با نظرت 100% موافقم، چون جواهر نایابی هم. جدی تر حرف بزن کارلو. ببینم نکنه گرفتاری داری. نه مرگ تو. کارلو تو میتونی به من بگی؟ چه دلیل داره بهت بگم؟ آخی من فقط یه جین تام. اتفاقا دختر خوبی هستی، اگه راست و سنیشه بخوایی باید بگم من حتی خیلی خوشم میاد. کارلو من ببین جین، بفرض این که تو دیده باشی من به اون مرد اشاره کردم، ولی این که فکر کنی من عمدن گذاشتم اون آدم کش فرار کنه، با این حال خواهش میکنم به من اعتماد داشته باش، ولی به دلایلی که تو کارم حالا چیزی بهت بگم. کارلو خواهش میکنم بیشتر مواظب خودت باش. واسه من نه. فردا پدرم میاد اینجا ما رو با خودش میبره معدن. خوبه، از اون خوشت میاد اگه مثل تو باشه. شب بخیر دختر دارم. شب بخیر کارلو.
یادت باشه من از آرتیست بازی خوشم نمیاد آی گوریل. من باید تو رو ببرم پیش پامپایان را بیا. خوب قیافتون رو عوض کردی؟ کسی از احتیاط ضرر ندیده آقا. رئیس حاضر شده با تون مذاکره کنه. برین توی یکی از معدنا و همونجا منتظرش باشین. گوش کن پامپا، من مدت هاست که برای یک کار کوچولو توی این منطقه ویلونم. حالا هم که رسیدم اینجا تازه میخوای 300-400 مایل ببریم یه جای دیگه؟ خیلی خب کدوم معدن؟ هر کدومش که شد، معدن ها نزدیک همم. تو هر کدومش که تونستی برو. ممکنه بتونم ترتیب بدم که منو به معدن خاورمیانه دعوت کنن. چطوره؟ خوبه؟ عالیه، خیلی خوبه. کارلو! ملاقات ما تو معدن. که دستا بهتر از گوریل راجاز جین باباسه به خواهد باش راجاز استراخ مرچه بری گیرت بیارم خیال کردی باشی بینمه ده چه اتفاقی افتاده؟ چی شده جین؟ یه نفر به ما حمله کرد ما داشتیم قدم میزدیم که خوب به ما حمله کرد با چاقو؟ با اینجا وایسادن خطرناکه معذرت میخوام این حرفو میزنم ولی حقیقتش من شما رو به این حادثه میدونم نه آقای لانزر چه معنی داره تا این وقت شب با جین بیرون باشی؟ اصلا چرا اووردینشی همچی جایی خلوتی؟ گوش کنین من اصلا اونو با خودم نیاوردم اینجا من داشتم قدم میزدم اون خودش دنبال من راه افتاده گذشته از این جین که دیگه بچه نی احتیاجی هم با اقبال سر نداره بریم جین خوش اومده Ha 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 ha!
من چه جور پدریم بگو ببینم. مشکلترین پدرهای دنیا که مال خودم و دیگه هم تنهاش نمیذارم. خب کارهای دانشگاهیت به کجا کشید؟ که حوصله لیسانس داره پدره. من آرزو دارم دخترم تحصیل کرده ترین دخترای دنیا باشه. به علاوه تو خوشگلترین لیسانسیه زمین شناسی دنیا میشدی. اون وقت مجبور بودم همیشه تو بیابون پیش تو بمونم. مگه حالا که نیستی موندی؟ آماده اید؟ بله قربان. همه چیز آماده است؟ بله قربان. کیسه ها را پر کردن؟ بله قربان. مگی حاضری لوتی گیری کنی یا سه چهار مورد دعوت کنی بیایم معدن پیش شما؟ حتما خوش میگذره. چنیدم جای جالبیه. با بودن تو ظالم بلا حتما جالبترم میشه. من خیلی دلم میخواد طرز کار معدن طلا رو ببینم. اگه با من بیای که وقتشو پیدا نمی کنی. خب به نظرم با این تفاصیل ما خودمون رو جیای کردیم. تو خیلی جلبی کردی. خودتی حساب کن ببینم باید بگم چمدون منم بیارم. قصاشو نخور، چمدوناتو قبلا بار کرد. معلومه مگی؟ خدا حافظ. سنگر به... آفرین سید. کاش اصلا نیومده بودیم اینجا. تو که طوری نشدی جی. علی کلاهی تن. پشیمون میشی میبرن ما رو ها. بیا بریم کارلو. نگفتم. سلام تینا، اوزا مرتبه؟ بله قربان، همه چی مرتبه. این نادیا است، کاراتو انجام می. حالتون چطوره خانم؟ فقط خستم، متشکرم نادیا. خانمو برسونیم به دکتر که داره فنا میشه.
سلام داری جنا سب کن سب کن یارو دندونش طلا بود چوا تو گاف صندوق میشه آقای لانزا شما هم کارتون مربوط به استخراج معدنه نه جونم فقط اومدم تماشا پس شانس آوردین کاش منم فرصت تماشا داشتم ها تو اگه فرصت تماشا هم داشته باشی باز زلده میکنی که از جونه برات جدا بید درسته درسته یه جانورشناس معروفه برای تحقیقاتش اینجا بزمجه جمع میکنه تو واحه کبیری کلبه داره و تمام وقتشو با مارمونکای عزیزش میگذرونه بزمجه با مارمولک فرق داره پال آه بازم شروع کرد درس شماره یک شاگردان بگو ببخشید بگید ببینم آقای حبیب شما از راه زنو نمی ترسید؟ منظورم اینه که فکر نمی کنین تنها تو واحه زندگی کردن کار خطرناکی باشه؟ راه زنا کار من با راه زنا ارتباطی نداره به هر حال تا این لحظه که مزاحم من نشد ولی میشم منظور جین اینه که چون آقای حبیب تک و تنها تو واحه زندگی میکنه بالاخره یه روز راه زنا میریزن سرشو مارمونکاشو میبرن آه بزمجه هاشو من یه کار شمام تو کبیر نیای ابریشم مو ها ولی من مسلحم آقای لانز من دائم گربه های وحشی شکار میکنم کسی هم که به شکار گربه وحشی میره از راه زنا ترسی نداره همچی حرف میزنه انگار صد سال شکار چیه همچی؟ او بله با این فرق که تا امروز حتی یه خرگوش بی دست و پام شکار نکرده کلکه عزیزم رو میخوام عزیزم اگر خوابم هوا اینقدر گرمه که نمیشه خوابید بله همینطوره ما هم بخار کردیم تو هم گرمه که الان مدت هست رو میپام جین به تو علاقه نداره به نظر من فایده نداره وقتتو تلف کنی هی شنیدی چی گفتم؟ شهر خودتی امو جونه دلان منتظره ته تو خیلی وحشی هستی هستی خودتو خوب رسوندی به اونا اون خودشی رسون به ما آها برای من دیگه چخان نکن آه سرور کمال خیلی عذر میخوام به نظر جنابالی اگه مگی رو فردا برگردونم بره امان بهتر نیست با اتفاقات و حمله هایی که اینجا رخ میده فکر میکنم والا اگه در منطقه معدن بمونه فکر نمیکنم حادثه ای براش پیش بیاد این دفعه چقدر اینجا میمونی؟ حدود یه هفته مگی شما اینجا زندگی نمیکنین؟ نه جونم خدا نکنه من تو امان هستم جری رئیس حسابداری معدن آقای کارلو هر 15 روز یک بار میاد اینجا به کارا سرکشی میکنه آرزوم اینه که هرچی زودتر برگردم امان باور کن اشتباه کردم مگی رو با خودم آوردم اینجا نباید این کارو میکردم خیلی کار غلطی بود آجوم داری خیلی خسته عوضش امشب خوب میخوابین خانم خوشبختانه هوای صحرا امشب خیلی ساکت و آرومه این تنها چیزیه که میخوام
فردا صبح چه ساعتی از خواب بیدارت میکنم؟ نمیدونم، فقط بذار بخوابم. اون روز من خیلی خسته شده. شب بخیر. شب بخیر جونم. اینجا به پادگان بیشتر چه باید داره تا به معدن؟ راهزنه باعث شدن احتیاط بیشتری. اوه قربان باشه. من از آقای کمال خواهش کردم با هم بریم سواری پدر. بله خوبه، پس چرا کارلا رو با خودتون نمیبریم؟ آخه اسب سواری دوتا بیشتر ندارم. اگرم بود ما حوصله نداشتیم. چه بهتر؟ خب ما رفتیم پدر، خدافظ. خوش اومدید، خوش اومدید. روز بخیر، میل داریم با من بیان شانستون امتحان کنین آقای لانزر؟ یعنی بریم شکار؟ بله شکار. ماری نداریم، ما همه فن حریفیم، بعد ببینم اتون. خیلی خوب کارلو، یادت باشه اون تازه کار. آه نگران نباش، من خودم مراقب شستم. یلا رویم. بای بای، خدا نگهدار. مادمازلو از بزرم جرم خسته شدی ها؟ الان نگر میدارم خستگی دارم قربون تو از خاله خودمونه. تو که راه افتادی؟ همون جواش بر میگره. ناکس نالوتی هی سرگ. ماهای کبیر هم اینجاست. آزمایشگاه پروفسور حبیب هم اینجاست. اون الان باید اینجا باشه. حبیب پروفسور مواظبش باش. چشم. یواشتر. بخوابونش هم اینجا. از این که در اولین بازدیدتون از آزمایشگاهم منو به این وضع میبینین معذرت میخوام، چون نمیتونم پذیرایی کنم. حالتون خوب نیست؟ درسته، حق با شما بود سرگرد. گفتید راهزنا ممکنه بیان و اومدن. راهزنا؟ بله، گفتن من باید به کلی این محل رو ترک کنم و اگه نرم حتما منو میکشن. بشری پیدا نی؟ بالاخره تو قربت شهید شدی. بعد جمالتو گل بارون پورم. غلط نکنم تو آبجی علاءالدینی. نوکرت میشم، بده من ماچو. من همیشه سر خدمت.
قال باشی هرمله متاسف میخوام نباشی حیف که عریختت بدم میاد بله دوت چکت میزدم من گم شدم باور کن تو باز مرچه شیکار کنی زغول
چی میخوایی باز که سر کله پیدا شد؟ اومدم با شما مذاکره کنم آقای دانسا. خواه؟ لابد قولی که دادم یادتونه. زود به این سگت بگو بره کنار و الان کارد دستش میگیرم میچپونم تو حلقوم خودش. دست بردار من. گرفتن کارد از گوریل کار آسونی نیست، چون به جونش بساست. چطوری اومد اینجا؟ این مهم نیست آقای دانسا، مهم اینه که شما فردا مرد شماره یک ملاقات میکنید. چه عجب. شما باید فردا صبح بریم به واحه کبیر. واحه کبیر اونجا دیگه کجاست؟ ما راهنماییت میکنیم، همونجا وای میسی که رئیس بیاد. چطوره؟ دستا بالا، بی حرکت. کارلو صلاح نیست بیشتر از این تو این کار دخالت کنی. پدر کمان بیان. معذرت میخوام، نمیخواستم به شما تنه. تو مخصوصا تنه زدی که هفتیر بیفته زمین، تو دیوونه ای. چه خبر شده؟ آه هیچی بابا، جین داشت ادای کارگاره در می آورد. هیچ ادا در نهی بردم، صدای حرف شنیدم، اسلحه‌مو برداشتم اومدم اینجا. ظاهراً جین به تو اعتماد نداره کارلوی شیطون، برای همین با اسلحه اومده تو اتاقت. بای بلا. پس من جدن ازت عذر میخوام که کارا رو خراب کردم. میدونم همتون چی فکر میکنین، من به چشم خودم دو تا راهزن اینجا دیدم. یکیشون یک کارت پرت کرد. اینها اینجاست. همینجا بود پار. تو خودت هم که دیدی از پنجره پریدم بیرون. معذرت میخوام، من چیزی ندیدم، اتاق خیلی تاریک. کارلو کمکم کن، اینا خیال میکنم من دیوونه شدم. بگو که اونا رو دیدی. نه هیچی از اینجا نبود. جین من مطمئنم تو خیلی خسته ای. بیا بریم عزیزم، بریم. بریم جین. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر آقای لانزا. یاد دورت بگردم، در شکل دارم.
سلام خوشگل مشکل ها. سلام کارلو. ماشین شور دیده بودیم اما الاغ شور ندیده بودیم. بیا دنیا نیرزدان که پریشان کنی دلی گفت غرغلی. بله هم اون احمقه هم تو خوشگله. به چیدی بعدا نشونت میدم. يلا برش امشب حمله نمی کنیم. چرا؟ سربازا آمادن خیلی هم زیاده. یه شب دیگه حمله می کنیم. نه همین امشب با حمله کنم. میخوایی مستثر رو سراخت کنم؟ پامپا عصبانی میشه. شش به پامپا بگو دستو دادن کسی نباید بیاد بیرون. سربازا همه آمادن هیچکی اتاقش نمیاد بیرون. تمام زنها تو ساختمونن. گفتی زنها تو ساختمونن؟ آره. پس منو ببر تو ساختمون پیش زنا. چرا؟ گوریل حمله نمی کنه. پس اگه به پامپا هدیه بده پول خوبی گیرش میاد. چه هدیه ای؟ زن پامپا مرده ی زنه. دیوونه شدی؟ به من فقط دستور داده بودن در رو برات باز کنم. بازم بهت میگن سربازای امشب کاملا آمادن.
کسی نگفته بود زنها رو بدوزیم. بار چی میگم گوش کن مزخل، منو ببر پیش زنها. یالا بریم. تینو، برای چی اومدی اینجا؟ من برم پایین مواظب باشم. برو اینجا. بیا. بلبل نکن. حرکت. چرا به این سودی برگشتی؟ سربازان شب آماده بودن، نشد حمله کنیم. خیلی عجیبه، چی بهشون خبر داده؟ در عوض براتون هدیه آوردن. ای بیشو احمد. بله. بشو بشون همون چه هست بلا خور بشید. نازی دختر قربانش برم، یکی اینها خروز شنگیه. حیزه میدین اونو ما ببریم. خیلی خواه ببریمش. ببرش بیرون. یلا 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 بلش کن. اینا خیلی قیمتی هم، تا میتونی مواظبشون باش. سمعن و طاعتن. خودت آوردی؟ نه ولی با لانزه مذاکره میکنم. نفهمیدم، بدون پول میخوای مذاکره کنی؟ دیوونه شدی؟ من میدونم چی کار دارم میکنم. علی، امیدوارم. سوار شو. کی هستی؟ پمپا، اون کسی رو که میخوام ملاقات کنی حاضره. خیلی خواه به تو. جری؟ تعجب میکنی آقای لانزان؟ پس مرد شماره یک توییه؟ آره خودمم، رئیس سازمان منم. سالها من و پامپا رو این موضوع کار کردیم و نقشه کشیدیم. خریم آقای لانزا از این به بعد دستور دهنده من میشم. 400 نفر رو استخدام میکنم و اون وقت مثل ابر بر سر تا سر کویر سایه میندازم و تمام معادن رو تصاحب میکنم. آقای لانزا خوبه، تو مرد جاه طلبی هستی جریم، ولی قبل از تحویل اسلحه باید پولشو اخ کنی. نگران نباش، پولشو میدم، قصه پولو نخور. پامپا امشب محلی رو که قرار اسلحه ها رو از راه هوا بریزن پایین نشونت میده. خب محلش رو نقشه برات تعیین میکنم. پس اسلحه ها تو همین هفته به دست ما میرسه. ولی میبینم که یه چیزی رو فراموش کردیم. چی رو؟
وجوهات ناقابل، ایشالا فهمیده باشین. پول پول خب، پول اصلاحه ها همیشه سر جاش بوده. نه ها خوشگله مگه نه، رو درواسی نکن. خب به نظرم دیگه احتیاجی به من نداری. شب خوش. شب خوش. چرا کشتیش؟ خودش گفت که به اون احتیاجی نداریم. حالا شماره یک منم، دستور دهنده کل. خب دستور دهنده کل. حالا که خیالت از بابت پول راحت شد، میریم محل تحویل اسلحه ها رو نشونت بدم. من باید برگردم معدن، میترسم متوجه غیبت من بشن. فردا میام سراغت. فردا بی فردا. تو نباید بری دوست من، تو باید همین الان با من بیای، چون امشب شبیه که باید به معدن حمله کنیم. پامپای پیر خیلی زیرکه، نه؟ من دختر ارباب به عنوان گروگان نگه داشتم. جین؟ آره، با اون دوتای دیگر رو. اون الان کجا؟ همونجا که اراده کردم، تو مخفیگاه خودم. تو دیوونه شدی؟ تو ما رو گیر پلیس میندازی مرد؟ تمام افراد پلیس الان دارن در به در دنبال زنا میگردن. اینم طبق نقشه است احمق. اون وقت ما راحت‌تر میتونیم به معدن حمله کنیم. سوار شو. خیلی خوب، دعا کن شانس بیاری. شانس همیشه با ماست. گوشتون کرد. معشوب حال آدم رو جا میاره، یه قلاب بخور کیفر میشی مامان. من میبینم واسه این موهای بوهد، من مرده ی زنهای شیر برنجی هستم. قربونه کنه با کنی مشروب بخور. من لب به مشروب کسیفت نمیزنم. خیال کردی این شرقه؟ نه قربونه برای ویسکی اصله. بخور. نه دبو. نه سلامتی خودم. چه پر و پای نرمی. به من دست نزن. گفتم به من دست نزن. کم هم من خوشت میاد. درسته که من زمختم، ولی تو اشبازی هر برگ گل نازکترم. خدایا برات نزم خونه گیره. نفهمیدم مشروبه بریختم. من پا چه باختن نزه ناکس. من دست نزن، تو با اون هیچ فرقی نداری. حالا دیدی خانم های امشب سر حال نیستن، ولی افراد من با سر به شکنجه حالشون جا میارن. نه نه، نباید اونا رو آزار داد. اگه احیانا نقشمون نگیره، اینا گروگانه خوبی هم. پامپا هی هی پشت بینم. مطمئن باش نقشه ما به هم نمیخوره. به محض اینکه علامت داده شد، افراد من معدن اشغال میکنن. بلند شو بریم آقای لانزن، میخوام محل تحویل اسلحه ها رو نشونت بدم. نزدیکه. گوش کن پامپا، اگه کسی اینا رو اذیت کنه قرارمون به هم میخوره. خیلی خوب، خیلی خوب، قبوله. حسن، حسن. بله. گوش کن، دختره را اذیت نکنی. گوریل، بلند شو، بلند شو با من بریم. مطلع کن. ای خدا، نازلن اشبازی به من نیمده برم. متشکرم پال. ماشین را حاضر کنین، برو زودتر. بله قربان. جین گم شده، تو اتاقش هم نیست. جسد یکی از افراد منم که با کارت کشته شده پیدا کرده.
نتونستم مگی و جری رو پیدا کنم. حالا چیکار باید کرد؟ برو ببین پالتو اتاقشه. خیلی خوب. قربان. قربان همه جا رو دنبال نادیا گشتیم ولی پیداش نکردیم. سرگل جنین زنا کجا رفتن؟ حالم تو اتاقش نیست. حتی تخت خوابشم دست نخورده. آماده شید. مسئولیت نگهداری اینجا رو به شما میسپارم. در غیاب من مراقب فرستنده باشید. منم با تو میام سرگل. نه، میخوام هر دوتون اینجا باشید. علامت، گوریل علامت داد. ها، خیلی خوب احمد. برو به افراد بگو برای حمله آماده بشن. زودتر. سربازا از معدن رفتن بیرون. گوریل به ما علامت داده. الان معدن رو تصرف میکنه. بری. ها، این از کجا پیدا شده؟ این؟ تا اونجا که یادمه یه شکارچی مورچه است. من تو معدن باهاش آشنا شدم. وقتی برگشتم حساب اینا میرسم. خب من دیگه میرم، تو هم با من میای یا نه؟ نه، اینجا آبواش بهتره. پس ببینم ات، موافق باشی؟ شما و میتو. حرکات! میگم لغوی ارشاد یک طرف تو تو نایمده با داریم. آره به حرفاش گوش نده، اینم با اوناست. نگه با خافه خمون بگیر. ما میخوام اینکه فرار کنیم. ساکت باش، من با پلیس همکاری میکنم. پلیس؟ جدا خنده داره. راست میگه چین، کارلو برای گشتی های کبیر کار میکنه. میدونی منم برای یه قسمت دیگه از اداره پلیس کار میکنم، مبارزه با قاچاق. کمال به من چیزی نگفته بود؟ خودش هم خبر نداره. من از مرکز دستور میگیرم. خیلی خوب، بلاشو بریم. یالا نادیا تو چادره، برو بیارش. باید جریان حمله به معدن اطلاع بدیم. سب کن من ترتیب اون دینامیکا رو بدم. بعد بریم بجام. بریم حرکت، حرکت. ایست برگردین، برگردین به کم. نمیتونیم زودتر از اونا به معدن برسیم، اونم توی شنا. باید امتحان کرد. کارلو دختره را آزاد کرده. اطفال طلبان هم با خودش برده. تغییرش کنیم. یلا تا معدن خیلی راست. میترسم نرسیم کارلو. تفنگم کمرمون نداریم. درسته، ولی میتونیم چند تا گیر بیاریم. من تو واحه کبیر سراغ دارم، همونجا که ما رو قال بوشتی. آتر اینهاش.
جری. متاسفم مگی، این اون مردی که خیال میکنه نیست. اینه بگی بینم. جری سردست راه زنا بود. جری، جری سردست راه زنا بود. از واهی کبیر به مدن، از واهی کبیر به مدن. منم تیراندازی بلدم. از واهی کبیر به مدن، جواب بدید. اینم جواب بدید. از کارلو اونا دارن میرسن. آوازو دارم زاغی. آتش نزن این احبقا، زنده دستگیرشون کنید. از ماهه کبیر به ماهه نگشتی. برگردی نه مقا، برگردی رو جا کرلو، بیا کمک من. موازه پنجره باش. جاشو بگیر. پروفسور، پروفسور بیاین اینجا. بله خانم کورا. سوارشین بریم. من اینجا پای فرسندم. سوارشین بریم کمک اونا. بیام. پس اجازه بدین من بیام. یلا سوارشین، سوارشین، عجله کنین. برکت. از معدن به واحد گشتی پنج واحد کبیر. کارلو و دخترها محاصره شدن. سعی کردم با کارلو تماس بگیرم ولی جواب نداد. Thank you.
شروع کردم. حالا چیکار کنیم پامپا؟ بیا خالیش میدم، خالیش میدم، یارو فرار کرد. برو دنبالش سعید، مثل قرقی برو دنبالش. برو دنبال طاهر، برو. نادیا حالش خوبه؟ متاسفم سعید، نادیا عمرش داد به تو. جسدش کجاست؟ تو کلبه. چه مسافرت خوبی بود، هممون شلوول شدیم. زودتر با یا خداحافظ. برای مگی نگران نباش، تا دو روز دیگه به کلی حالش خوب میشه. حبیب شخصا مراقبش. پدر خیلی مواظب خودت باش. اون وظیفه منه که از پدرت مواظبت کنم جین. از کمکات متشکرم سرگرد کمال. از نمیخواد تشکر کنی، از طاهر تشکر کن. خواهش میکنم. اوه اون که حتما. خیلی خوشگلی. کی؟ من خوشگلم؟ اوه هر دوتا تا خوشگلی. خب ما دیگه رفتیم، یه ماشه وطنی ببینیم. اخت دام من دیگه سر خدمت نیستم. ولی ما رفتنی هستیم. برو برات بچکر. خداحافظ زرگ و خوشگله. خداحافظ قربون تو. تو سرهنگ خوشگلی میشی.